اجازه بدین که هر دغدغه و یا نگرانی که در طول روز داشتین از ذهنتان بیرون بره و به خودتان فرصت استراحت بدین. و ما هم اینجا هستیم تا به شادی ایامتان و لبخند لبهایتان بیفزاییم با برنامه جذاب و پرهیجان رو در رو. وطنداره گلم، شبتان بخیر، خوش آمدین به برنامه رودرو. امیدوارم هر جای که هستین سر حال باشین و امی لحظه هم بیننده برنامه زیبای رودرو باشین. گیتی فرزان باز هم با مهمانان دوست داشتنیم یک ساعت مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. قرار است که یک رودروی پر انرژی را تقدیم شما عزیزان کنیم. دوستا شما هم خیلی خوش آمدین، انشالله که خوب و پر انرژی هستین. بله دوستایی که ما را همراهی هم میکنن پر انرژی هستن و حالا ما هم میریم سمت معرفی تیم های ما. استقبال گرم داشته باشین از تیم سحاک، دختر خانم دوست داشتنی تشریف آوردن. مریم جان خوش آمدی، انشاءالله که خوب صحتمند و سر حال باشی. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی، په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې څه بهان دی. بارد سلام و احترام برای شما بانی مهربان، حضیرین در تالار و بیننده های عزیز. امید که جور صحتمند بوده باشین. مریم سواک هستم، یک تن از اشتراک کننده برنامه رو دارو. خوش هستم از این که امروز در جمع شما قرار دارم. تشکر مریم جان، ما هم خیلی خوشحال هستیم که خودت با تیم دوست داشتنید در کنار خود در برنامه داریم. و از خودت برنامه بگو مریم جان که شبانه روز مصروف چی هستی عزیزم؟ فعلا محصل هستم، محصل رشته قابلگی و دیگه بسیارانی. و چقدر وقت میشه از درس ها؟ تقریبا واسم سر دو هستم دیگه، اینقدر پیش نرفتیم دیگه، توکل به الله. بله دیگه برای اون مسیرش روان هستی که انشالله پیش هم بری. خوش آمدی مریم. روینا جان شب بخیر. همچنان از شما شب بخیر. سلام بر شما بانوی عزیز، سلام بر تیم مقابل و یک سلام بر حاضری در تالار و یک سلام خاص به پدر جان و مادر جانم که سریق تلویزیون طلوع ما رو تماشا میکنن. خوش آمدی روینا جان. ما هم سلام از همینجا با پدر جان و مادر جان خودت و تمام پدرها و مادرهای مهربان تقدیم میکنیم. و نسبتت با مریم جان؟ همسنفی هستیم. همسنفی هستیم. بله. دوتان یک جای درس میخوانیم. بله. خیلی خوش آمدی روینا جان. تشکر، خوش بسیار زیاد. همچنان. موسکا خوش آمدی. سلام، شب شما بخیر. موسکا هستم، یکی اشتراک کننده در رو. سلام به حاضرین در تالار و بیننده های عزیز. خوش آمدی مسکای نازنین. و خودت مصروف چی هستی مسکا؟ من محصل هستم رشته قابلگی. خب همسنفی هستین دیگه با روینا و مریم؟ بله. خب در یک سنف، در یک سنف هستین دیگه، درست است؟ بله. خب بسیار خوب، خوش آمدی مسکای نازنین. خودت هم لیا جان چی اسم قشنگم خودت داری، خوش آمدی. خوش باشین. عرض سلام و احترام، لیا سحاک هستم و یکی اشتراک کننده برنامه اکسپل رو دارو. خوش آمدی لیا جان. نسبتت با مریم و روینا و موسکا چی است؟ ما مریم، موسکا، ما خواهر هستیم. خواهر. و روینا هم صنفی مریم. خب صنفی مریم. و خودت هم امروز اینو یک جای درس میخوای لیا جان یا خیر؟ نه خیر، ما در یکی از مدارس استاد هستیم. بسیار خوب، بسیار عالی. خوش آمدین دوستا. فکر کنم که در بینتان لیا آرام باشه دیگه، همه قسم است؟ شاید. بله. خب و لیا خواهر چندم است؟ خواهر سوم است. بزرگ خودت هستی مریم جان؟ خودم دوم هستم. خب موسکا جان بزرگ است. بالاخره من پیدا کردم که کی در بین سان بزرگ است. بله. خب خوش آمدین دوستا. ایره بگوین که دنبال کدام مبلغ ما آمدین؟ خب چون معلوم درسته که یک برنامه سرگرمی کننده است و مهم یعنی نیست که باید یا بردم، مهم است، اما مهمی است که مثلا ما شما را دیدیم در این برنامه زیبایتان اشتراک کردیم و دیگه چند خود امتحان کنید. بله ما میتونم که شانستان هم خوب باشه دیگه، انشالله شانس خوب به هر دو تیم دارم، من به طرف هستم مقصد. خوش آمدین و بازم تشکر کنین دوستا تیم سحاک و میریم معرفی میشیم با چهار دختر خانم زیبا دوست داشتنی که ماشاءالله لباس ها رو هم سید کردن، چادر ها رو هم سید کردن و خیلی براتون مقبول هم میگه. سرایا جان خوش آمدی. به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما گیتی جان، تیم مقابل، حضار گرامی و تمامی بینندگان عزیز تلویزیون تلو. امیدوار هستم خوب صحتمند و جور باشین. بنده سرایا نوری هستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه رودرو و سرتیم خانواده نوری. انشالله که یک برنامه خوب داشته باشیم. انشالله می داشته باشیم. سرایا نازنین رو خودت مصروف چیستی سرایا؟ فارغ هستم که 12 هستم و مصروف صنایع دستی. یعنی بسیار خوب، کار صنایع دستی خودت میکنی. بله. سرایا جان کدام بخششه؟ بخش مرادوزی لباس یابانی.
بسیار خوب. خیلی کار و مشکل هم هست سرایا، فکر کنم این قسمتش. خب در کل زندگی با مشکلاتش زیباست، ولی بله. باید آدم تلاش کنه تا با موفقیت برسه. بله، و انسان های قوی هم کسایی هستن که زندگی را با همون خم و پیچ میپذیرن. خوش بله آمدید سرایا. پروین جان شب بخیر. خاک شد هر کی در این خاک زیست، خاک چی داند در این خاک کیست، سرانجام باید در خاک رفت، خوشا به آن که پاک آمد و پاک رفت. سلام به شما تیم مقابل، حاضرین در تهران و بینده های تلویزیون طلوع. پروین نوری هستم، اعضای تیم خانواده نوری. خوش آمدی پروین جان. با سرایا خواهر، دختر کاکا. دختر کاکا باشین، دختر کاکا هستین فکر کنم تمامتان. بسیار خوب. و خود چی میکنی پروین نازنین؟ من صنایع دستی مرتضی کار میکنی؟ بسیار خوب، ماشاءالله. به شما خوش آمدین. سارا جان نازنین خوش آمدی. سلام عرض ادب خدمت شما گیتی جان، تیم مقابل، حاضرین در تالار و تمام بینندگان عزیز تلویزیون طلوع. سارا نوری هستم، عضو تیم خانواده نوری و یک از اشتراک کنندگان برنامه رودارو. خوش آمدی. دختر کاکا هستین دیگه تمامتان، من ایره فهمیدم. و ایتون معلوم میشه که از دخترهای کاکا هستین که خیلی هم دیگر دوست داره، چون که لباس ها هم رنگ یک دیگه پوشیدین. بله. باز بین هم یکان چی میگن، رقابت ها ندارین؟ نه خیلی. خب بسیار خوب، محبتتان بیشتر بیشتر از این هم شوه. ملکه شب بخیر، خوش آمدی. شما بخیر. شرط انسان بودن در خوب دیدن است، نیک و بد را باید ندید. سلام عرض ادب خدمت شما گیتی جان عزیز، تیم مقابل، حاضرین در تالار و بینندگان محترم تلویزیون طلوع. ملکه جمیلی هستم، عضو خانواده نوری. خوش آمدی ملکه جان. و در بین دوستا دختر کاکا هستین، یکیش فکر کنم خواهرم بودین. بله. ملکه و پروین. پروین و سارا. خب پروین جان و سارا جان بسیار خوب. خب خوش آمدی ملکه. خودت هم با دوستا یک جای دیگه مصروف هم کارستی؟ نه خیر، نه من کدام مصروفیت ندارم. خب بسیار خوب. و سارا جان کاری که خودت میکنی دیگه تمامتان سخت است نسبتا، چقدر زمان را در بر میگیره تا اگر شخص بخواد که وارد از این کسب و کار شوه، یاد بگیره، درست بلد شوه؟ خب اگر نظر به خود شخص است، اگر کوشش کنه تلاش کنه و قدر زیاد وقت نمیگیره، یک دو روز سه روز اگه کوشش کنه انشالله که خوب سعی میگیرم. خب پس دو سه روز بود اگر شما فکر بله. کردم یک چند ماه را شاید. نه خیر، چون که کلا نمی لباس های افغانی رو خود شما خود دیدین استفاده کردین. بله. کلا نمی گلدوزی است با چرمه چیزا و دم وسطاش که مورای چیزا کار میشه، اونا رو باز دیکور میکنم. خیلی یک کار است که ظرافت کاری هم. بله ظرافت کاری داره. کار اساس است. خب خوش آمدین دوستا. شما هم خوب و پر انرژی رقابت کنین و تیم مقابلتان هم که پر انرژی هستن و ادعای برد هم دارن. دیگه شما هم شانستان اینجا بیازمایین ببینیم که کدام تیم ما امشب برنده ی رقابت رو در رو هستن. بازم کف بزنین دوستا به تیم نوری. و شما عزیزان هم اگر دوست دارین که پر انرژی باشین، پر قوت باشین، پس حتما اکس بول را نوش جان بکنین. اگر به دنبال یک نوشیدنی فوق العاده انرژی ساز با طعم‌های مختلف هستین که انرژی مورد نیاز بدنتون را پوره بسازه، در کنارش بتونین جوایز خیلی خوب را هم دریافت بکنین، پس حتما اکس بول را انتخاب کنین. اکس بول انرژی است برای زندگی و شما با نوشیدن یک اکس بول حالا ممکن هست که جوایز خیلی خوب را به دست بیارین و این جوایز هم میتونه که سیت‌های موبایل، موتور، موتورسایکل و یا هم لوازم خانه باشه. من پیشنهاد میتونم که بعد از این بیشتر و بیشتر اکس بول نوش جان بکنین، از کیفیت و طعم خوبش لذت ببرین و در کنارش جوایز خیلی خوب را هم رایگان دیگه به دست بیارین. بنوش و برنده شو. تیم های ما هم آماده رقابت رو در رو هست، اما فاصله ما تا هیجان رو در رو هم فقط یک وقفه کوتاه است. عزیزان بازم خوش آمدین. ما در آغاز رو در رو هستیم و من اینجا تنها نیستم، با تیم های دوست داشتنیم که اینجا دنبال ارزش های ما آمدن و قرار است که یکی از این دو تیم هم امشب برنده رقابت ما باشن. شما هم حتما از خودتان پذیرایی کرده حالا یک چای بنوشین و هم یک انرژی نوش جان بکنین، بیننده رقابت رو در رو باشین. و ما هم میریم سمت سوال اول. مریم و سرایا در کنار ما میاین، بفرمایین. شما هم بهشان کف بزنین. خوش آمدین دوستان. آماده هستین؟ بله. آزارتون بتون میام مستقیم بریم سمت سوال. خب اختیار دارم. هرچی شما بخواهید. نه سمت سوال میریم دیگه، دل سوال او نمی کنم. درست است؟ خب سوال که از شما پرسیده میشه اف واسو گرفتم؟
صد امتیاز داره. سوال اول برنامه هست. سر تیم هر کسی که بتونه اول به ذره پاسخ فشار داده پاسخ خوب بده، ما هم میریم سمت تیمش. خوراکی را نام ببرید که آن را در الماری و آشپزخانه نگه میدارن. سرایه جان؟ الماری و آشپزخانه؟ بله سرایه، حالا چرت نظر پاسخ بده. سیب. سیب؟ بله. دوستا شما سیب در یخچال میمانی یا در الماری؟ دلماری میمونی؟ خب دلماری میمونی سرایا جان؟ خب میمونی نگرنه. خب ببینیم که انتخاب شده، ولی سیب که باید در یخچال نگه داشته چون میوه از فرسوده میشه. نخیر. خب مریم جان، خوراکی را نام ببر که ما در الماری آشپزخانه نگه میداریم. شیر. شیر؟ مثل دقتی باشه. خب شیر امرای قطیش دیگه. خب ببینیم پاسخ را. انتخاب نشده. دوستا شما کلن چیزایی در نام میبرین که اگر در الماری بگذارین فرسوده میشه و شیر که نوشیده میشه دیگه. اینجا خوراکی را گفتیم. خب من از سر میپرسم، دوستا دقت بکنین. سیست سرایا و مریم، خوراکی را نام ببرید که آن را در الماری آشپزخانه نگه میدارن. مریم نان خشک. ما خونان خشک یا در دسترخوان میمانیم یا هم در دیگ نان میمانیم، شما در الماری میمانیم. خب بشه بعضی اوقات دیگه. خب پاسخ هم میبینیم. خب جوابای جالبه. سرایا جان چی میگی خودت این حاله؟ خوراکی که ما رو در آشپزخانه، در الماری آشپزخانه نگه میداریم، یک دفعه یک سمت آشپزخانه برو و یادت بیار که چی چیزا از در الماری. سه کچالو. کچالو؟ خواف. کچالو ببینیم. کچالو فکر نکنم کچالو هم انتخاب شد. کچالو رو هم در مستبد میمانند. درست است نه دوستو؟ شانس آخر تا رسوستا که پاسخ بتین. خوراکی رو نام ببرید که رو در الماری آشپزخانه نگه میکنن. مریم خب میوه. با بار دوم میوه تکراری. حالا ببینیم که میوه که مریم شان در الماری آشپزخانه میمونه اینجا انتخاب شده. مریم جان تکرار بود. سرایا برنج. فکر کنم که هینال یک چیز شد، مسیرش را پیدا کردی. ببینیم پاسخ را. امتیاز بلند. بله. خب مشوره تیمتان چی است؟ میرین یا واگذار میکنین؟ خب بریم سمت تیم نوری با سوال اول. خود تشریف بر مریم جان، بعدا با شما هستیم. فقط به پاسخهای دوستا هم دقت بکنیم که بازم جواب تکرار نتین. پرمین خودت در الماری آشپزخانه چی رو نگهداری می‌کنی؟ من گفتم ولی خودت نگوی کاب. لوبیا؟ خب پاسخ رو ببینیم. بله انتخاب شده. خب شما تمامتون دوستا یک جای کار میکنین، یعنی در یک مکان؟ نه ارکس نخانای خب ارکس جدا جدا. خب بسیار خوب. و کی کارش یعنی خوبتر؟ خوبتر کنی یعنی صورتی که زیادتر از دگه؟ فعلا مساوی هستم. مساوی هستم؟ تشکر خوب داریم. نه خیر. بسیار خوب. سارا جان کدام خوراکی ها را شما در الماری آشپزخانه میگذارین؟ نخود. بله نخود هم امکان داره که باشه. ببینیم نخود هم شد دیگه. خوهر لوبیا میام در الماری کنارش میباشه. ملکه جان بله چی حال داری عزیزم؟ خوب هستم. شما خوب هستی؟ سر حال هستی کاملا؟ بله. خب حالا هم یک پاسخ خوب بر ما بده. کدام خوراکی رو در الماری آشپزخانه شما میگذارین؟ روغن. روغن. خب ببینیم روغن را که در میان پاسخ ها هست. خیلی دقیق. سرایا که هم اول بعد از خیلی سختی ها دیگه مسیر سوال را پیدا کرد، حالا آسان شد. به ذهنتان رسید که دلماری آشپزخانه چی چیزا هست؟ سرایا جان عدس. رفتی دیگه سمت دلماری آشپزخانه. این لحظه عدس را در دلماری آشپزخانه معمولا میگذاریم. خب ببینیم پاسخ را. عدس. یکی هم گذاشته میشه ولی حالا صد نفر انتخابش نکرده. پروین جان کدام خوراکی رو در الماری تان بگذارین؟ مکارونی. مکارونی؟ خب ببینیم پاسخ رو. خب تیم سحاک شما با هم مشوره کنین و دقت داشته باشین با پاسخ دوستام. مکارونی نبود سارا جان. کدام خوراکی رو در الماری آشپزخانه بجز از اینایی که دوستای ما گفتن و خودتان گفتین میگذارین؟ ماش.
خب دیگه کل همین حبوبات زانه زانه نام گرفتین، ماش و حدس و لوبیا و نخود که اینا معمولا می باشه در هلماری. خب بریم پاسخ ساره رو ببینیم. ماش این مورد انتخاب نشده، شانس دارین و فعلا هم تیم سحاک. ببینیم که دوستان که داری تیم هستن در هلماری های آشپزخانیشان چی را نگهداری میکنن. مریمشان چیز خیلی جالب را نگهداری میکردن، شیره، میوره. بپرسیم از دیگه دوستا که چی را نگهداری میکنن. لیا جان دلماری چی هست؟ دلماری آشپزخانه دل؟ دل دوست داری لیا جان؟ بله ها، کم 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 کم. خب موسکا جان شما در دلماری آشپزخانه چی را نگهداری میکنید؟ میوه خوش. میوه خوش که؟ بله. خب او را دیگه از گیر میمان نگاه اونجا پوت میکنین که میمان که آمد اصلا پیدایش نتانم اسکا. خب اونجا جوش هست. خب بسیار خوب. روینا جان در الماری آشپزخانه شما معمولا چیزا پیدا میشه؟ بوره. خب بوره. مقصد تمام خشقه و مادرس تمام خوراکی آشپزخانه شما را بلد شد که چی چیزا در الماری ها در آشپزخانه است که بیاین راستن میرن دیگه خودشان برمیدارن. خب مریم جان پسخ نهایی چی است که پسخ که میتونم امتیازات سمت تیمتان بیاره و یا هم سمت تیم مقابلتان بفرسته؟ خب در الماری آشپزخانه چی چیزا را نگهداری میکنین؟ خب با روینا جان موافق هستم. بوره. بوره؟ خب با بوره موافق هستی یا با روینا؟ با روینا. پس با بوره موافق نیستی دیگه، با روینا موافق هستی. حالا روینا رو اینجا ببینیم یا بوره را؟ بوره را. بوره را. یک رقم گدوت نشتی صاحب مریم؟ خب پاسخ مریم رو میبینیم. شما در الماریاتان دوستا چی چیزا رو نگهداری میکنین بجز از این موارد؟ یک پاسخ شما بگوین. نمک. خب میریم پاسخ دوستان رو میبینیم که انتخاب شده بوره. بله بوره. و تیم سحاق فقط با یک پاسخ که بوره بود تانستن که امتیازات سال اول را سمت تیمشان بیارن. اینا حالا که رفتین دیگه دوست ها هر کدامتان یک یک گلاس چای شیرین نوشجان کنین. اطمان آست برکت بوره امتیاز را گرفتین. خب میریم سمت جوابای باز نشده که کدام موارد هست و ما یک جواب بخونین. دوست ها شماری افتام آرت که فراموش دوستا شده بود، آرت در هلماری می باشه 100%. شماره پنجم مرچ و نمک. بله در میان دوستا یکی از دوستا نمک هم گفته بود که هم موجود بود، چیزایی است که معمولا در الماری های آشپزخانه ما نگهداری می کنیم. خب تیم های ما آماده هستن؟ آماده دوستا؟ بله. بله اما ما قبل از اینکه سوال را بپرسیم یک نفس تازه می کنیم با وقفه. عزیزان دل خوش خوش برگشتین و ادامه رودر و ما یک ساعت تمام با برنامه زیبای رودر رو در خدمت شما هستیم و حالا هم در مرحله اول قرار داریم که امتیازات سال اول را تیم سحاک به دست آوردن و تیم نوری تا حالا امتیاز ندارن. میریم سمت سوالات بعدی که مشخص میسازه کدام تیم میتونه برنده باشه. اما قبلش جا داره که باز هم تشکری داشته باشیم و یاد داشته باشیم از انرژی خیلی خیلی خوب ما اکسبول. اگر به دنبال یک نوشیدنی فوق العاده هستین که تمام ویتامین های مورد نیاز بدنتون را پوره بسازه و در هر فصل سال بتونین که با طعم های خیلی عالی و مختلف نوشجان بکنین، پس حتما انتخابتون اکسبول باشه. اکسبول انرژی است برای زندگی و اکسبول یگانه انرژی است که براتون جوایز خیلی خیلی خوب را تقدیم میکنه. شما میتونین که با نوشیدن یک اکسبول جوایز خیلی خوب را به دست بیارین و این جوایز میتونه که سیت های موبایل، لوازم خانه، موتور و یا هم موتورسایکل باشه. پس بنوش و برنده شو. بعد از این بیشتر و بیشتر اکسبول نوشجان کنین، شاید که یکی از خوش‌شانس‌ها هم شما عزیزان باشین. آماده دوستا؟ نفرهای دوم آماده؟ بله. خب پروین و روینا شما بیاین در کنار ما به خاطر سوال دوم. خوش آمدین دوستا. آماده؟ بله. سوال که اصلا این پرسام شش پاسخ گرفتم و این سوال هم صد امتیاز داره، خیلی خیلی هم ساده هست. بپرسم دوستا؟ خب یکی از خصوصیات معلم ها را بگوید. پروین جان اخلاق. اخلاق خوب. اخلاق خوب. ببینیم پاسخ را. مهربانی یا اخلاق خوب که یه
یکی از معیارهایی است که بخاطر از اینکه یک کس آموزگار باشه باید تیره داشته باشه. دیگه مشوره دوستا چیست؟ مری. خب درست. حالا تشکر برای مینا جان. دعا کنین دیگه که اینا غلط واسه خودتایی کارا میکنین نه؟ خب ساره جان، یکی از خصوصیات معلم را خودت بگو. شخصیت؟ شخصیت خوب. پاسخ را ببینیم. پاسخ ساره جان انتخاب نشده. خب شما فکر کنم در این حال که دختره کاکو هستین دوستای خیلی صمیمی هستین. چقدر یعنی همدیگه را بعد از چقدر مدت میبینین؟ هر روز. هر روز میبینین؟ خب قدر دوستی و صمیمیت زاده است؟ بله. خب بسیار خوب. ساره جان خودت پاسخ دادی دیگه نبود. ملکه نوبت تو است. یکی از خودت گفتی که ملکه جان آموزگار بودی؟ نه خیر. خب ببخشید من. یکی از خصوصیات معلم خوب را بگو. یا یکی از خصوصیات معلم را؟ منظم بودن. نظم داشتن؟ بله. که اگر معلم نظم نداشته باشه که طبیعتاً که شاگردها هم از الگو برداری کرده و نظم نمیداشته باشه و از سر تایم هم در درسهایشون حاضر نمیشه. پاسخ؟ خیلی دقیق. خب سلام. یکی از خصوصیات معلم خوب به نظر خود چی از یک معلم خوب باید چی خصوصیات داشته باشه؟ لایق بودن. تنبل اگر باشه نمیشه سرایا؟ نمیشه. خب پاسخ لایق بودن است. پاسخ را ببینیم. با درایت بودن، آگاه بودن و یا هم لایق بودن. خیلی خوب. اما خصم اگر پیش برین میتونین که تمام پاسخ ها را پیدا بتانین و امتیازات سوال دوم از شما باید سپیرین. درست است دوستا؟ به دقت جواب بدین. پروین جان یکی از خصوصیات معلم خوبی وای هم معلم را بگو. درس دادن خوب. خب درس دادن خوب. ببینیم انتخاب شده؟ بسیار عالی. دو پاسخ مونده فقط که فکر کنم ما هم پیدا میشه. چیز خاطره به یادتون می از دوران که متعلم بودین مکتب میرفتین از معلمایتون کدام معلم ظالم خو نداشتین؟ اصلا؟ خب بسیار خوب. ساره جان یکی از ویژگی های معلم خوب را بگو. با احترام بودن. با احترام بودن؟ بله. بسیار خوب. ببینیم پاسخ ساره را احترام داشتن انتخاب نشده. محترم که تمام معلم ها هست. دوستا شما میتونین با هم مشوره کنین. خب دوستا یک شانس دارین. از شانستان به خوبی استفاده کنین که اگر یک چلیپای دیگه بخورین من میرم سمت تیم عریفتان. درست است ملکه جان؟ و این شانس هم مربوط میشه به خودت. حالا چطور ازش استفاده میکنی؟ یکی از ویژگی های معلم خوب را بگو. آن تایم بودن. سر وقت آمدن. سر سن. بسیار خوبی. یکی از ویژگی های مهم هست. حالا ببینیم که 100 نفر ایر انتخاب کرده یا خیر. پاسخ؟ بله بسیار خوب. وزیری همیشگی یک پاسخ مونده. سرایه جان به نظرت یک معلم خوب باید چی ویژگی رو داشته باشه تا شاگردها درست ازش درس را بگیره و برش احترام هم داشته باشن؟ درک کردن شاگرداش. خب ببینیم جواب را که انتخاب شده. شماره سوم این انتخاب نشده. در جمع همون مهربانی میره دیگه. بازم شانس دارین دوستا و فعلا هم تیم سهاک. لیا جان خودت آموزگار بودی درست است؟ تدریس میکردی؟ بله. خب به خودت سوال خیلی ساده است دیگه. یکی از ویژگی هایی که خودت داری چی است لیا؟ جدی. خودت جدی هستی لیا جان؟ بله در درس دادن جدی هستم. یعنی رقم مزاق چی دارم. از اون جدی های خود نیستی که شاگردار رو دیگه گریزان میکنی خیلی ازت میترسن؟ نه خیر. خب در حد معمولش دیگه باب در درس دادن جدی هستی بسیار خوب. در درس دادنش جدی هستم. امو هست که مرا خود دوستم داره. و ایره بگو که شاگرد های دوست داره یعنی لیا جان؟ بله. دوست دارن؟ خب بسیار خوب. پاسخ عمومی است؟ آه جدی. موسکا جان یکی از ویژگی های معلم را بگو. امی به وقت آمده خامی موافق هستم را لیا. نه امی یا همراه لیا موافق هستی؟ موافق هستی؟ بله. خب روینا جان موافق هستم. به نظر خودت هم جدی بودن؟ جدی بودن. شما تمامتون میخواین که خیلی جدی باشین دیگه. بله. خیلی جدی وارد عمل شمین و جدی امتیازات هم بعد از بیارین. بله.
مریم، پاسخ نهایی چیست؟ یکی از خصوصیات معلم را بگو. خود مورد خصوصیات معلم اگر بگویم، هر قدر اگر بگویم کم است. بله چون بله. معلم مثل پدر مادر است. دیگه از مهربانیش، از صداقت، از همه چیز بشن. دیگه هیچ کمی نداره. و یک سلام خاصم به معلمای گرامی افغانستان، انشالله که همیشه کامیاب باشن و زنده باشن. دیگه دمی جواب جدی بودن دیگه انتخاب کنیم، چون بعضی اوقات باید استاد جدی باشد. در حدی که مهربانه است داره بعضی خصوصیات خوبی بسیار زیاد، اما باید جدی هم باشه. یعنی جدی هم مهربان باشه هم جدی باشه، باشه دیگه اردوش باشه. خب جدی بودن پاسختان هست، پاسخ نهاییتان؟ بله، توکل به خدا. توکل به خدا. دوستان شما چی فکر میکنین؟ باشه، شما فکر کنم موافق هستین با جدی بودن. ببینیم پاسخ را که انتخاب شده شماره سوم. بله، بسیار عالی، جدی بودن. و تیم سهاب بازم فقط با یک پاسخ تانستن که امتیازات سوال دوم را هم به دست بیارن و این جواب هم باقی نمان. تا حال شما خیلی خوب پیش رفتین و شما هم دوستا خوب پاسخ دادین، فقط دیگه که شانس یک کمک این طرف آمده بود. ولی انو سال سوم و چهارم برنامه باقی است که او سوالات مشخص می سوزه که کدام تیم برنده هست و بریم سمت سال سوم. سارا جان و خودتم آماده است، تیمسکا اشتراکنده ما آماده است، فقط بیننده یک وقفه باشین و برمیگردیم. سلام دوباره شما بیننده رودرو از شبکه جهانی طلوع هستیم و ما هم لذات افزونتره در کنار شما عزیزان هستیم و حالا هم قرار است که سوال سوم برنامه را بپرسیم. نفرای سوم در کنار ما بیاین. موسکا جان و سارا جان بفرمایین. خوش آمدین بگم. اما تو خوش سوال هم جواب بدین، درست است؟ چشم آماده استی موسکا؟ بله. خوب آشپزیتان چطور است دوستان؟ خوب است دیگه. از اردوتان خوب است؟ کی بیشتر آشپزی میکنه در خانه؟ نوبت است. نوبت است؟ خب ببینیم، حالا سوالم مربوط به آشپزی هست. سوال را میپرسم، سوال که از شما دوستان هم میپرسم. این سوال 5 پاسخ گرفته و 200 امتیاز داره. آماده؟ آماده. معمولا در تهیه کدام غذاها به بیشتر از یک نفر نیاز است؟ سارا جان؟ آشک. شما چند نفر عاشق آماده میکنین سارا؟ کل دختره کاکا به فکرم میشین یک جای جور میکنین هم ترسته؟ و مزیش هم در امو هست که دست جمعی آماده شود. اگر پاسخ سارا آشک، این مورد انتخاب نشده چون یک نفر هم آماده میشه دیگه. موسکا شانس آمد سمت خودت، کدام غذاها در تهیه کدام غذاها به بیشتر از چند نفر نیاز است؟ منتو. خب این منتو هم دیگه خواهر عاشق شد که سارا گفته بودی. فکر میکنی باشه؟ منتو باز مشکل تر است فکر کنم، چون مواد که در داخل منتو میگذارن از چند چیز آماده میشه، ولی عاشق باز فقط گندنه است. درست گفتم نه دوستا؟ تاییدی بده. پاسخ رو میبینیم. بله، منتو انتخاب شده. مشوره تیم فرانچیس موسکا واگذار یا؟ بیاییم؟ مقصد دل نادل بودین. تشریف ببر فیلن سارا جان. به فکرم که روینا میگفت که واگذار کنیم. حتما روینا آشپزیش چندان خوب نیست، تنبل است یک کمکه. خب بر صورت لیا جان، خودت هم در خانه آشپزی میکنی عزیزم؟ بله. چی فکر میکنی که در تهیه کدام غذاها معمولا نیاز است که تمام خواهرها با هم یک جا جمع شوین، دیگه یک نفر آماده نمیشه؟ سالاد. نه خیلی، چون سالاد است دیگه. مریم آشپزی لیا اونقدر نمره نگرف مقصد از من. حالا ببینیم که خودت چی پاسخ میتی، در تهیه کدام غذاها معمولا نیاز به چند نفر است و تنهایی آماده نمیشه؟ به نظرم کباب. مشوره کنین دوستان، کباب چند نفره هم آماده میشه، ولی یک نفره هم آماده میشه. من خودم شخصا یک نفره آماده ساختیم. روینا جان بولانی. خوراکی که چند نفر نیاز آماده کنیم بولانی است؟ بله. خب ببینیم پاسخ روینا را که انتخاب شده. امتیاز بلند هم بولانی که خیلی مشکل تر از فکر کنم دیگه. بولانی رو یک نفر هم میشه آماده سخ، ولی خیلی با مشکل و زمان زیاد داره میگیره.
موسکا جان، کدام خوراکی ها را نیاز است که چندین نفر با هم یک جا آماده بسازن؟ من نفکر نمید. پنج؟ آی خانم. آی خانم. خودت بلد است این موسکا آمادش بسازی؟ نه. یکی کم فکر کنم از من، تو واشه یک مشکل تر است دوستا، همطور یک چیز است، من بلد نیستم ملایره. خب ببینیم پاسخ را که آی خانم انتخاب شده. بسیار عالی، فکر کنم امیره خانم را جواب بتین. تمام جواب ها را پیدا میکنین که فقط دو جواب مونده و اگر دو جواب را هم بتین امتیازات سوال سوم را به دست آورده و تیمتون هم برنده میشه، درست است؟ لیا؟ گوشفیل کیار یک جای هیچ وقت، یعنی همیشه که باش پسخانه بری باز صدا میکنی خواهرها را که بیاین حتما دیگه در کنارم باشین که تنهایی نمیشه آماده است. مثلا روزای خاص گوشفیل. یه انتخاب نشده که اگر کلچه نمیفهم که خب شامل کلچه بود ولی بازم انتخاب نشده. خب حالا آمدیم سمت تیم نوری دوستا، یک شانس خیلی استثنایی اساس سمت شما آمده است، خوب استفاده کنین، درست است؟ که اگر پاسخ شما اشتباه باشه تیم مقابلتان برنده میشه. ملکه جان، در تهیه کدام غذاها به چندین نفر نیاز است؟ قابلی؟ قابلی بله. سوالا چی فکر میکنی کدام غذاها را باید چندین نفر با هم آماده بسازیم؟ همراه ملکه موافق هستم، قابلی پلاو. قابلی پلاو، ایش خوب شد. فرمین؟ موافق هستم. قابلی پلاو؟ سوریا جان، پاسخه که سرنوشت ساز است و همین پاسخ میتونه سرنوشت تیمتان را مشخص بسازه. چی است؟ در تهیه کدام غذاها نیاز است که چندین نفر با هم یک جا سهم بگیرند؟ بازای تیم موافق هم قابلی. نه خیر، امتیازات تیم سهاد به دست آوردن که برنده هم شدن. دوستان ها برشان بازم کف بزنیم و بزنیم که شان کنیم. خب تیم سهاد تانستن که با گرفتن امتیازات هر سه سوال پی در پی برنده شوند، ولی اینجا چند جواب باقی مانده. دو پاسخ که ببینیم اینا کدام موارد هست. دوستان شما بگوین در تهیه کدام غذاها تمام اعضای خانواده را سهم میتین؟ سمبوسه. آه جرمن رول هم میشه. خب حالا ببینیم که کدام موارد هست پاسخ شما دوستانم هست. یعنی شماری پنجم کلچه تنوری که گوش فیل گفته بود لیا جان، که من گفتم اگر کلچه میگفت پاسخ حتما میبود. و شماری سوم سمبوسه، خیلی دقیق که دوستان ما هم این پاسخ را دادن. خب دوستان پول بیارم؟ ما گفتم شاید بگو یک دلتان اگر میارین یا نمیگن بیارین 100%. خب من شوخی کردم تا ویس که همچنان شوخی کردم. پول بر شما تقدیم میکنیم. 10000 افغانی از طرف برنامه ایکس بول رودر رو. این جایزه تان است مریم، چون که شما خوب رقابت کردین و برنده هم بودین. با خوشی و خوبی و سلامتی از این پول استفاده کنین مریم. مشوره کنین، دو نفر انتخاب کنین که سرعتش خوب باشه، دقتش خوب باشه، تمرکزش هم خوب باشه، بیایه به خاطر 500000 افغانی رقابت کنه. ما خوشحال میشیم که ما 500000 هم براتون تقدیم کنیم. با هم مشوره کنین، درست است؟ و تیم نوری، دختر خانمای عزیز سریا جان، پروین، سارا و ملکه، برد و باخت مطرح نیست. ما واقعا خوشحال شدیم که شما دختر خانمای با استعداد و دوست داشتنی امشب در کنار خود در برنامه داشتم. و شما هم دیگه ناراحت نباشین دوستا، برنامه برنامه تفریحی است. بازم شما خوش آمدین دوستا. سریا جان اگر گفتنی هم داری بفرمای عزیزم. گفتنی خاصی ندارم، همیشه آرزو دارم هموطنانم در هر قسمت هر جایی که هستن خوش و خوشحال در کنار خانواده هایشان باشن. انشالله با امید خوشی و خوشحالی. خودت هم سرای پرمین جان؟ من پیام خاص ندارم. سارا؟ ندارم کدام پیام. ملکه؟ من خیر کنم، پایم خواست ندارم. بازم خوش آمدین دوستا. شما هم همیشه موفق خوش و خوشحال باشین و ما امید دارم که در کارهایتان هم بیشتر و بیشتر ترقی بکنین و بازم کف بزنین با تیم نوری. کی ها میایه بخاطر رقابت 500000؟ خب ما هستم امرای روینا جان. روینا جان؟ بله. خب بفرمایین شما در کنار من مریم و روینا. پهلوی هم استاد شوین مقابل کمره.
خب چطور که شما دو نفر انتخاب شدین، اونا چطور انتخاب نکردین؟ خب شما گفتین که چست چالاک باشه یکم. خب میگن شما چست چالاک هستی. بله. بسیار خوب، اینم اینجا باز بر ما نشان بدین معنی هم دیگه با امتیاز گرفتن البته. و کی قرار است که در ثانیه‌های اول کنار ما باشه و پاسخ بده؟ ما میباشم. خب رمینا بفرما سمت اتاق را منظم. ما بدن با خودت هم هستیم و رقابت‌های بزرگ نیاز به وقفه‌های کوتاه هم داره. وقفه میتونم تا این دم که با ما بودین شبتان را به خوشی و خوبی سپری کرده باشین و ما هم قرار است که لحظات افزونتر با شما ایزان باشیم، البته با مرحله جذاب و پرهیجان رودرو که مرحله 500 هزار افغانی است و مریم جان در کنار ما است، قرار است که رقابت کنه و خاطر 500 هزار افغانی. چی فکر میکنی مریم جان؟ امتیازات را بعد از تاورده میتونین؟ 500 هزار گرفته میتونین یا خیر؟ خب کوشش خدا میکنیم تا کل والا اگر خواست الله باشه دیگه میشه اگر نیم انشالله که بتونین حداقل کوشش کن که خودت امتیاز را بعد از بری مریم. درست است؟ خب مریم، من از خودت 5 سوال را میپرسم که 5 سوال 200 امتیاز داره و خودت 20 ثانیه زمان داری هر کدام شه که جوابم داده نتونستی همون لحظه بگو بگذر و در آخر ما رو دوباره از میپرسم که ثانیه هایت هم هدر نره. فقط با اوز بلند پاسخ بده مریم جان. آماده؟ بله. خب 20 ثانیه زمان آماده دوستا. کدام تارها در حیاتی بیشتر مصرف دارن؟ تاره ابریشم. یک ولایت افغانستان رو نام ببرید که با حرف نون شروع شوه. بگذر. یک نوع چای را نام ببرید. چای؟ آه چای سبز. یک گل را نام ببرید که دارای رنگ زرد باشه. گل ریحان. در کدام ولایت بیشتر زعفران زر همیشه؟ و ثانیه ها تمام. چیزی که فکر کرده بودیم نشد مریم. حالا ببینیم که چی شد. در کنار ما بیا که امتیازات تا ببینیم چقدر امتیاز به دست آوردی. درست است؟ سوال اول، کدام تارها در حیاتی بیشتر مصرف داره؟ فکر کنم سوال دقیق متوجه نشده بود، شاید منظور رنگش بوده باشه. پاسخ خودت بود؟ خب پاسخ خود تار ابریشم بود، ولی تار ابریشم فقط در بعض از لباس ها اگر استفاده شود که خیلی خیلی خاص باشد، اگر به خاطر دیزاینش فقط اگر بله. کار شوه. حالا ببینیم امتیاز گرفته خیر و یا هم چقدر. 5 امتیاز. خب سوال دوم، یک ولایت افغانستان رو نام ببرید که برف نون شروع شد. فکر کنم بگذر گفتی مریم. بله بگذر گفتم. خب نمیگفتی مریم شد بگذر. ولایت برف نون خیلی از ولایت های ما هسته، مثلا ننگرهار هست و نورستان هست. پاسخت بگذر بود. ببینیم بگذر. خب ببینیم که اگر امتیاز گرفته باشی ازی بگذر مریم. خب بیخی خوب میشه. بیخی دیگه. آصف. خب در آخرم فرصت نبود که میره دوباره ازت بپرسم. سوال سوم، یک نوع چای را نام ببرید. پاسخ بود چای سبز. یکی فکر کنم که دقیق بود دیگه مریم. حالا ببینیم امتیاز شد. امتیازات مشخص میسوزه که پاسخ تا چی جای درست بوده. بله بسیار خوبش. سوال چهارم بود، یک گل را نام ببرید که دارای رنگ زرد باشه. پاسخت گل ریحان بود که امتیاز یه امتیاز نگرفته. سوال آخر بود که در کدام ولایت بیشتر زعفران زر میشه و ثانیه هایتم تمام شده بود مریم. بیا خیر باشه، بازم امتیاز شو میبینیم. امتیاز هم صفر. مریم جان، ما و خودت دههای امتیاز زیاد داشتیم ولی 36 امتیاز را تانستی و دست بری. خب هیچ اشکال نداره. من میفهم که بخاطر از که ثانیه ها کم است و امو لحظه وار خطا شدی. بله. ولی باز هم امکان داره که رمینا جان بتانه امتیازات خوب را دست بیاره، امتیازات را پوره کنه. مریم جان تشکر از خودت عزیزم. خودت میتونی تشریف ببری به جای. سپاس از خودت. بفرما عزیزم. و حالا هم رمینا جان میاین رمینا سوالات را پاسخ بده. ببینیم که رمینا جان چقدر امتیاز را به دست میاره. مقابل مسئولش رمینا جان خوش آمدی. تشکر. چقدر سر مریم حساب میکردی؟ 100%. 100%؟ مقصد اگر بفهمی چقدر امتیاز را به دست آوردم، من مطمئن هستم خوب یک میکنکشم میکنی. 36 امتیاز را مریم به دست آورد. کار خودت دشوارتر ساخت رمینا. کمک خودت میشه رمینا جان قدر استا چوی ازدم؟ بله خوب است. خب
دیگه مسئولیت کار حالا افتاده گردن خودت. روینا ببینیم خودت چیکار میکنی. درست است؟ روینا جان من از خودت 5 سوال تکرار میپرسم، اما خودت 25 ثانیه از زمان داری و هر کدامش که جواب دادم اون لحظه نتونستی برام بگو بگذر، من در اخیر دوباره ازت میپرسم و اگر کدام جواب تکرار بود یشدار مشنی خیلی زود جواب تبدیل کسی است. روینا فقط خیلی کوچیک و سرعت کنترل بکنی که سری پاسخ بدی که ثانیه هایت ادر نره. آماده هستی؟ 25 ثانیه زمان آماده دوستا. کدام تارها در خیاطی بیشتر مصرف داره؟ تار سفید. یک ولایت افغانستان رو نام ببرید که با حرف نون شروع شود. لنگرها. یک نوع چای را نام ببرید. چای سبز. یک گل را تکرار. چای سیاه. یک گل را نام ببرید که دارای رنگ زرد باشه. گل زرد. در کدام ولایت بیشتر زعفران زر میشه؟ ولایت هرات. بسیار عالی، بسیار خوب. اشکال بزنین روینا. خوبش پاسخ دادی روینا جان. در کنار من بیا بجز یک پاسخت که جالب بود بر من، نزدیکتر بیا روینا جان. امی گل زرد گفتی دیگه. خیلی جام ساده ساختی. خب سوال اولی بود که کدام تارها در خیاطی بیشتر مصرف داره. پاسخ خب پاسخ بود تار سفید، ولی اینجا منظور ای بود که مثلا کدام نوعیت تار بود. حالا ببینیم که امتیاز گرفته یا نه. مثلا که مریم تار ابریشم گفته تو امتیازش کم بود و امتیاز بلند هم تار خیاطی است که بودن خیاطی بیشتر استفاده میشه. تار دخت ببخشید. سوال دوم، یک ولایت افغانستان نام ببرید که با حرف نون شروع شود. پاسخت بود ولایت ننگرهار. خب امتیاز رو ببینیم. 25 امتیاز و امتیاز بلند هم ولایت نورستان است. و سوال سوم، یک نوع چای را نام ببرید. پاسخ بود چای سیاه. خب امتیاز چه می‌بینیم؟ 8 امتیاز بلند هم چای سبز. سوال چهارم، گل را نام ببرید که دارای رنگ زرد باشه و خودت گفتی که گل زرد. خیلی آسان کردی کار ترم اینا جان. نه ولی نام گل را نگفتی دیگه، فقط هم رنگش را گفتی. ببینیم حالا امتیاز گرفتن یا نه. نه خیر. و امتیاز بلند گل آفتاب پرست است که رنگ زرد است و به ذهنتان هم لحظه نرسید دیگه، هیچ مشکلی نیست. و سوال آخری بود که در کدام ولایات بیشتر زعفران زر میشه. پاسخ بود ولایت هرات. امتیاز 3 امتیاز که ولایت هرات بیشتر زعفران در اونجا زر میشه. امتیاز بلند همین ولایت هرات است. 109 امتیاز. اصلا نو امتیاز را روینا بعد استارت که امتیازات خودت خوب بود روینا، خرابی را مریم کرده بود اصلا. اگر او هم خوب پاسخ میداد میشد که حالا 200 امتیاز را پوره کنین، ولی به هر صورتش بازم تیم شما تیم برنده ماست. من خوشحال شدم که شما دوستان شب در کنارم در برنامه بودین. خوش آمدین و پولی که به دست آوردین هم به خوشحالی از او مصرف کنین. خب روینا جان همیشه موفق باشید. خوش خوشحال میتونی تشریف ببری از ما. بازم کف بزنین به تیم برنده ما، تیم سهار. و شما دوستان هم اگر میخواین که خستگیتان کاملا رفع شود، پس حتما یک دانگک اکسبول نوشان کنین. اجازه است مریم جان؟ خب اگر به دنبال یک نوشتنی انرژیزا با طعم‌های مختلف از این اکسبول را امتحان کنین. اکسبول انرژی است برای زندگی. ویتامین های مورد نیاز بدنتان هم پوره میسازه و با نوشیدن اکسبول شما میتونین که جوایز خیلی خوب را به دست بیارین. پس بنوش و برنده شو. بازم خوش آمدین دوستان. بخیر باشین. تشکر. و دوستان که انتقاد، پیشنهاد و یا هم سوال دارن حتما با ما طریق نمبر واتساپ به اشتراک بگذارن. و عزیزانی که میخواین در برنامه شرکت کنن طریقش خیلی ساده است. موبایل هایتون رو برداشته و 456 تماس بگیرین، کلیدای 622 و بعد از اینکه آواز بپرشین اسم هایتون رو گفته در آخر هم علامت نمبر فراموش نکنین. و ما باز هم برمیگردیم با امید یک فدای روشن بر همگان. شبتان بخیر و خدا نگهدار.